شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام طی نامه‌ای از نخست وزیر عراق خواستار مساعدت دولت عراق به منظور برگزاری هرچه مطلوبتر مراسم بزرگ داشته زیارت اربعین حسینی شد. همکارم در گزارش خود در رابطه با محتوای این نامه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام طی نامه ای از محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق خواست که مرزهای عراق به روی کسانی که مایل به شرکت در مراسم بزرگداشت میلیونی اربعین هستند باز شود و تسهیلات لازم به منظور ورود آنها به این کشور صورت پذیرد. این مؤسسه که زیر نظر دفتر مرجعیت عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی فعالیت می کند، در نامه خود توجه نخست وزیر عراق را به ضرورت تسهیل ورود زائران حرم حسینی به عراق جلب و تأکید نموده که این اقدام به عنوان یک وظیفه انسانی و قانونی دولت عراق نسبت به زائران حرم ابا عبدالله الحسین است که مایل به حضور در زیارت اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا هستند. در این نامه رسمی تذکرها و توصیه های مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی تأکید معظم الله مبنی بر تسهیل تمامی مراحل ورود زائران و باز کردن مرزها به روی آنان مورد اشاره قرار گرفته است. این مؤسسه در عین حال بر تلاش های دولت عراق نسبت به مدیریت زیارت پربرکت اربعین در سال گذشته تأکید و از اقدام‌های انجام شده توسط این دولت در ارائه تسهیلات و خدمات به زائران حسینی قدردانی کرده است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین خاطر نشان کرد برگزاری بزرگداشت اربعین حسینی یکی از بزرگترین نمونه‌های میراث اسلامی و عراقی در جهان است و اشتیاق مؤمنان از سراسر جهان برای شرکت در این آیین مقدس در حال افزایش است و وجود این سرمایه بزرگ ایجاب می کند همه ما برای گرامی داشته هرچه مطلوب تر آن تلاش کنیم. از جمله موارد دیگری که این مؤسسه در نامه خود به نخست وزیر خواستار آن شده لزوم باز کردن مرزهای عراق به روی همه کشورها و تسهیل امور افرادی است که مایل به سفر به عراق برای شرکت در این زیارت میلیونی به صورت فردی یا جمعی هستند. افزایش تعداد ویزا برای کشورهای مختلفی که شیعیان آنها تمایل به حضور در این اجتماع بزرگ را دارند و به حد اقل رساندن هزینه های ورود به عراق و یا حتی رایگان نمودن آن و همچنین نظارت بر کنترل قیمت ها نسبت به تمامی وسایل حمل و نقل از جمله هوایی و دریایی و زمینی و تخفیف نرخ آنها در این ایام و علاوه بر آن تکریم و منزلت زائران با خدماتی مانند ارائه مواد خوراکی و نوشیدنی و تلاش برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد سودجو که در این ایام به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند از دیگر مواردی بوده است که در نامه مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام خطاب به نخست وزیر عراق یادآوری شده است. این مؤسسه همچنین خاطر نشان کرده که تسهیل در برگزاری زیارت اربعین جایگاه عراق را به عنوان یک مقصد گردشگری مذهبی در سطح جهانی تقویت می کند و نشان دهنده احترام و قدردانی دولت عراق نسبت به آیین‌ها و مراسم اسلامی و احترام به زائران از نقاط مختلف جهان است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مهدی حمزه سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای حمزه، در رابطه با اهمیت نامه مؤسسه مصباح الحسین به نخست وزیر عراق توضیح بفرمایید و گویا در گذشته هم نامه های مشابهی به مقام های دولتی از جمله نخست وزیر عراق از سوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام نوشته شده و نتیجه مثبتی در بر داشته است. بله، سلام علیکم و رحمت الله خدمت آقای محمدی و همچنین عوامل و بینندگان محترم اخبار شیعه. و اما درباره
نامه مؤسسه مصباح حسین علیه السلام به نخست وزیر عراق. باید عرض کنم که این نامه شامل تذکرها و توصیه های مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی است که شب عاشورای امسال در رابطه با اهمیت شهیره اربعین و تسهیل شرکت در آن بیاناتی را فرمودند. به همین دلیل این نامه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این نامه که ریاست محترم مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین شیخ مصطفی محمدی به جناب آقای محمد شجاع سودانی نخست وزیر عراق نوشتند، ضمن تشکر از اقدامات دولت عراق در اربعین سال گذشته خواستار ایجاد تسهیلات هرچه بیشتر برای زائران اربعین شدند که از جمله آنها این موارد رو میتوان ذکر کرد: یک، باز کردن مرزهای عراق به روی تمامی کشورها و تسهیل امور افرادی که مایل به سفر به عراق جهت شرکت در این زیارت میلیونی به صورت فردی و یا جمعی هستند. دو، حذف ویزای عراق. و سوم، به حداقل رساندن هزینه های ورود به عراق و نظارت و کنترل قیمت ها نسبت به تمامی وسایل حمل و نقل از جمله هوایی، دریایی و زمینی و نیز تکریم زائران با خدماتی مانند ارائه مواد خوراکی و محلهایی برای اسکان ایشان و نیز تلاش برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو که در این ایام به دنبال افزایش قیمتها هستند خواستار شدیم. اینها مواردی بود که مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین السلام که زیر نظر دفتر مرجع عالیقدر از آیت الله العظمی شیرازی هست فعالیت میکند در نامه خود به نخست وزیر عراق بیان نموده. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که مؤسسه مصباح الحسین السلام در اربعین های گذشته هم نامه های مشابه نوشته بود، مثل خطاب به نخست وزیر وقت عراق در رابطه با ایجاد تسهیلات و تمهیداتی برای زائران اربعین نامه ارسال نموده بود و با آن با نظر به بیانات مرجع عالیقدر سید صادق حسین شیرازی خواستار عدم قطع آب و برق در موسم اربعین شده بودند. اگر سوالی بود در خدمتم. سپاس از شما. مهدی حمزه، سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا.